یادتون باشه و یادمون باشه که آقای مهندس موسوی وقتی که نخست وزیر بودن در دوره جنگ و نمونه آخرش پارسال ترکیه بود که از جمله از ایران هیئتی دعوت کرد. خب بیاید ما بخواییم انتخابات برگزار بکنیم. ما زمان شاه کسانی که سن و سال بنده رو دارن میدونن مردم ایران از همه آزادی ها بهره مند بودن جز آزادی سیاسی. یعنی اگر شعار ملت بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، آزادی جز آزادی سیاسی چیز نبود. کدوم آزادی دیگه بود که ما نداشتیم اون زمان؟ هر کسی اهل هر فرقه بود، اگر اهل مسجد بود و اگر اهل میکده بود راه باز بود. اون چه که ما آزادی نداشتیم آزادی سیاسی بود. مطبوعات آزاد نداشتیم، احزاب آزاد نداشتیم، انتخابات آزاد نداشتیم، اتحادیه آزاد نداشتیم، سندیکای آزاد نداشتیم. اینجا مشکل داشتیم. مردم ایران علیه این استبداد قیام کردن. بنابراین توضیح این که آقا آزادی های سیاسی جزء مطالبات اصلی این ملت بوده، همچنان که تو مشروطه هم همین آزادی ها بوده، نام دیگری داشته. امام به چه استدلالی قانون اساسی رو گذاشت کنار؟ مهمترین استدلال و تاریخی ترین استدلالی که مطرح کرده و همیشه درخشان خواهد بود این هستش که آقا بسیار خوب پدران و مادران ما اون دوره تشخیص دادن که این قانون اساسی خوبه. امروز فرزندان اونها بالغن، عاقلن، تشخیص میدن یه قانون اساسی دیگری میخواهن. یعنی تایید کرد حق اعمال حاکمیت بر سرنوشت هر ملتی توسط همون ملت و همون نسل زنده. اصل بر اینه که اگر انتخاباته باید آزاد باشه و اگر کسی آزادی انتخاباتو به هر دلیلی مخدوش بکنه کاری خلاف قانون کرد. به ما میگید که خیالتون راحت باشه. خب ما خیالمون ناراحته. یعنی بنده از آقای محصولی و اتفاقات که داره در وزارت کشور میفته واقعا خیالم ناراحته. یعنی اونجا منشیاش هم دارن عوض میکنن. من نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته که اینقدر در واقع داره سیکرت میشه و محرمانه میشه.